رسانه اینترنتی مووی باز با افتخار تقدیم می کند. اون ما رو مسخره کرده؟ استاد لونت اینجا چیکار میکنه؟ چه خوب استاد لونت هم اینجاست. همین الان برگرد کرای. برگرد دیگه. بر نمیگردی. میریم و جشن رو شروع میکنیم. شنیدم اینجا مهمونی گرفتین. این آخرین سورپرایزته یا بازم مونده هنده؟ من دعوتش نکردم. فکر کنم سوء تفاهم شده. به هر حال کورای جون تولدت مبارک. ممنون. خونه بزرگیه، پس برای هممون جا هست. حتما داشته از اینجا رد می شده اومده ببینتیم. اونم به ویلای تو؟ خب حالا که تولد منه پس اجه تو هم بیا. برای هممون سورپرایز در نظر گرفته. من به کارا میگم که ما برمیگردیم. نه لازم نیست. فریها چه عجب باشه چه نباشه خیلی به همون خوش نمیگذره. آره ما دلیل زیادی برای رفتن داریم. نه ما همیشه یه دلیل برای رفتن داریم. من برای رفتن از اینجا هیچ دلیلی ندارم. اگه تو هم نداری بهتره بریم تو، شاید سورپرایز دیگه ای هم باشه. بفرمایید، براتون این اتاق انتخاب کردم. اگه خوشتون نیومد میتونم عوضش کنم، ولی اینجا از این راحت تر تخت خوابی نیست. عالیه مگه نه کلثوم؟ آره همینطوره. ممنون. خوبه، خوش بگذره. اگه سورپرایز دیگه ای هم هست بگو. تو باعث شدی که اجه بمونه. با این کارت منو نه امیر رو ناراحت کردی. تو باید قبل از این که با زندگی مردم بازی کنی به این مسئله فکر میکردی. گفتم من اجه رو دعوت نکردم. برام مهم نیست. اون یکی مهمونت بیشتر به من مربوط میشه. بیا این اتاقتون رو نشونتون بدم. نزدیکترین اتاق رو بهتون دادم. فریها، من اجه رو دعوت نکردم. زود باش، بیا بریم تو اتاقمون. اتاقمون؟ کاپیتان چی فکر کردی؟ بچه بازی که نیست. تو هنوز اینجایی؟ میدونی هانده، من زن امیر نیستم. اشتباه گرفتی. تو بین ما جایی نداری. بهتره که بری.
نمیدونم کسی دعوتت کرده یا خودت رو دعوت کردی. حتما یکی بهت کمک کرده تا بیای اینجا. ولی بدون تا وقتی اینجا باشی کسی بهت کمک نمیکنه. من دلم میخواد اینجا باشم که هستم. وقتی هم دلم نخواد اینجا باشم خودم راه خروج رو بلدم. عزیزم بیا بریم تو اتاقمون. راستش من عادت دارم که دعوت نشده جایی برم. من میرم داروهاتو برات بیارم. امیر، من فقط برای اینکه هانده رو عصبانی کنم اینجا موندم، ولی به زودی میرم، نگران نباش. باید با هم صحبت کنیم. میدونی که کار کردن با تو برای من شانس بزرگی بود، نگران نباش. میتونم یه کاری دیگه پیدا کنم. تو برمیگردی سر کارت. امیر، آقا احسان منو اخراج کرد. خب منم بهت میگم برگرد سر کارت. من با آقا احسان گفتم اگه اجازه نباشه منم نیستم. Bana işe dön, seni kurtardım diyorsun yani. Bu kadar kibirli bir şey söylemiyorum tabii. Amir, چرا میخوای من به کارم ادامه بدم؟ چون خیلی مسخره است به خاطر خواسته یه عوضی اونا از کار اخراجت کنن. مدیر اونجا منم، پس انقدر صلاحیت دارم که بهت بگم برگرد سر کارت. خب برای فکر کردن به این وقت میدی؟ پس زودتر تصمیمتو بگیر. بیا امیر، داشتین صحبت میکردین، چرا ساکت شدین؟ فریحا، شوهرت واقعا یه قهرمانه، داره تلاش میکنه تا من از کار بیکار نشم. آره همینطوره، برای داداشم هم همینطوری کار پیدا کرده بود. من فکر میکردم دیگه کاری به کار فریحا نداری. من کاری بهش ندارم، اون دختره رو من دعوت نکردم. سورپرایزای من یکیش تو بودی، یکیشون دختره دهاتی، سومیشم کیک مسخره تولد بود. خیلی خوب، من حرفتو باور میکنم، ولی حالا که اون دخترم اینجاست پس معلومه یکی دیگه هم هست که قصد داره بقیه رو سورپرایز کنه. از این مزخرف‌تر دیگه نمیشه. شاید کار خود امیره. آها، پس تو فکر کردی که کار امیره؟ آره؟ نه کاپیتان، این بار رو اشتباه کردی. امیر همچین آدمی نیست. اون اگه میخواست ایجه اینجا باشه تو چشم فریحا نگاه میکرد و دعوتش میکرد. که اینطور؟ حالا که اون دعوت نکرده پس باید ازش تشکر کنیم؟ وکیلشون داره سعی میکنه با استفاده از دوربینای مدار بسته شهر پلاک ماشینو به دست بیاره، ولی نگران نباشین، چیزی پیدا نکردن. نگران نیستم، من به این چیزا عادت دارم. مجرم در حال حاضر داره به جرمش اعتراف میکنه. خیلی خوب، خبر تازه شد به هم زنگ بزن. خب خبرها رو بگو ببینم. نجا خانم توی یه ویلا حوالی سیلیویری اومده. تنهاست؟ نه چند تا ماشین دیگه هست. من این چیزا سرم نمیشه، بگو کی پیششه. پلاکای ماشینا رو کنترل نکردین؟ چرا کنترل کردم. حرف بزن دیگه، بگو کی پیششه. یکی از ماشینا متعلق به کرای اوناته. اون کیه؟ دوست صمیمی امیر سرافقلوه. اونم هست؟ آره قربان، اونم هست. هلیکوپتر آماده کنیم. یا یورو مثل میدی گارم var mı? Daha iyi böyle açılsın biraz. دوست دختر سابقت به ما زل زده. من این اطراف دوست دختر سابقی نمیبینم، فقط جنگل میبینم که چیزهای خیلی خوبی رو به یادم میاره. مثل کلبه جنگلی؟ آره، روزی که به هم جواب بله رو دادی. نمیدونم چرا یهو یاد اون روز افتادم.
یه جوری میگی انگار چند سال ازش گذشته. شاید چون از همه چی خسته شدیم. شاید هم چون دلتنگ هم دیگه شدیم. وکیله جواب بده. من اصلا منظور وکیلو نفهمیدم. چیو متوجه نشدی آیسون؟ گفت کسی که تیراندازی کرده دستگیر شده، گفت یه بدبختی تیراندازی و گردن گرفته. نمیفهمم این اتفاقا، تیراندازی همه اینو تو زندگی ما چی کار میکنه؟ تازه مگه یاووز مجرم اصلی این قضیه نیست اونال؟ من از کجا باید بدونم؟ مگه من پلیسم؟ یعنی میگی یاووز سانجاکدار نیست؟ آره، ولی به نظر من تو اینطور فکر میکنی. اون یا یکی دیگه چه فرقی میکنه؟ امیر دیگه نباید تو اون کلوب کار کنه. چطوری میتونیم قانعش کنیم؟ خب تو یه بار برو پیش آقا احسان، مگه اون دوستت نیست؟ برو باهاش صحبت کن، بگو دست از سر پسرمون برداره. باشه، من میرم و باهاش صحبت میکنم، ولی میدونم چیزی عوض نمیشه. حالا که خودشو پشت اسم صراف اغلو پنهون کرده، کسی نمیتونه از این کار منصرفش کنه. حالا که تیرانداز دستگیر شده، ماجرام خاتمه پیدا میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم هیچ کاری بکنی؟ یعنی اون مردی که هر کاری که بخواد بازم میتونه بکنه؟ نه نمیتونه. هر دومون میدونیم که اون میخواد چی کار کنه. سلام. نه خوش اومدی. مجرمو دستگیر کردن، یه دلیل دیگه هم برای جشن گرفتن داریم. یکیو اجیر کردن جرمو گردن بگیرن. این چه حرفیه عزیزم؟ قدمت به روی چشممون پسر گلم. تو فقط هر چه زودتر بیا پیشمون. خدایا صد هزار مرتبه شکرت، بالاخره بعد از مدت ها میتونم برای چند روزیم که شده پسرمو ببینم. پسرم زود بیا باشه، ما رو چشمبرا نذاری. ها باشه، میبوسمت، خدافظ. خب اول باید برم خرید، بعدشم باید برم قصابی یکی دو کیلوی گوشت بخرم. سهر خانم خیلی کار داریم. پسرم داره میاد. چشمت روشن عمه، یه چند روز سرت با پسرت و دخترت گرم میشه، اون وقتی شالله دیگه دست از سر ما بر میداری. میگم همین الان به کرسوم زنگ بزنم یا سب کنم بعدن بهش زنگ بزنم؟ نه بهتره زنگ نزنم و مزاحمشون نشم. آره بعدن بهش زنگ میزنم، بعد از این که برگشتن و برای دستبوسی اومدن اینجا بهش میگم. واقعا حال خندیدن نداشتم. یعنی دامادی که حلقه دستش نمیندازه قراره بیاد برای دستبوسی؟ آره معلومه که باید بیاد، وظیفه‌شه. میدونم خودت هم باورت نمیشه، حتما با خودت میگی دخترم چطوری میتونه شوهرشو راضی کنه که برای دستبوسی بیان. دختر تو نمیتونی برای یه بارم که شده نفوس بد نزنی. صورتت که بد نیست، اما نمیدونم چرا انقدر سیرتت بده. ای خدا. باشه حالا انقدر ناراحت نشو. میگم حتما برای کورا یه کیک بزرگ سفارش دادن، یه کیک بزرگ و خوشمزه. مردشوری ریختشو ببرن. اگه پدر و برادر کلسون بفهمن که وضعیت زندگیش اینجوریه و داره از هم میپاشه، اون وقت ببین چی میشه و چه بلایی سر شوهرش میارن. خیلی ببخشیدا، ولی فکر کنم دیگه باباش حق نداره تو زندگیش مداخله کنه. آره خب راست میگی، اصلا مردشوری ریخته باباشم ببرن، ولی پسرم اصلا اینطوری نیستا. اگه بفهمه قیامت به پا میکنه. ولی پسرتونم خیلی ازتون خبر نمیگیره ها. خب بیشتر از این چیکار کنه؟ رفته تو کشور غریب داره کار میکنه تا یه لقمه نون حلال در بیاره. نمیتونی که مثل زنا هر روز به من زنگ بزنه. ولی ببین تا یه فرصتی به دست آورده داره میاد دستبوسی مادرش. خیلی خب، به سلامتی بیاد. جانسو طبیعیه که احساس تنهایی کنه، چون تو اصلا پاتو از خونه بیرون نمیذاری. مامانم غروب تو مزونه، من میام بهت یه سری میزنم، ولی اول باید دید نگهبانت کجاست. به هر حال من بعدن بهت زنگ میزنم. خدافظ. شنیدم چی میگفتی؟ داشتی میگفتی نگهبان؟ آره مامان، ولی اشتباه شنیدی، منظورم سنم خانم بود. من دیگه به چه زبونی بهت حالی کنم که دیگه نمیخوام بری پیش جانسو.
به هر زبونی که دوست داری مامان، ولی منم هر دفعه بهت همون جوابو میدم. جانسو دوست منه و تو نمیتونی منو از دیدن دوستم من کنی، اونم وقتی که به غیر از من کسی رو نداره. دارم روز شماری میکنم تا تابستون بیاد و بریم تعطیلات، بلکه اینجوری یکم از این دختره فاصله بگیری. حتما حالا که مجرم دستگیر شده خیال اجام راحت شدی. نمیدونم اگه جای تو بودم اینجا میموندم یا نه. ما به خاطر کورای اومدیم اینجا، راحت میتونیم بهش بفهمونیم یا جای اون اینجاست یا جای ما. غیر از من و تو کسی نمیخواد اون بره. حسودیت میشه؟ من همیشه از عشق امیر مطمئن بودم، همین موضوع بود که باعث میشد همیشه سر پا بمونم. الانم مطمئنم، ولی هیچ زنی نمیتونه نسبت به این موضوع بی تفاوت باشه. وجود اجه منو آزار نمیده، این حساسیت امیره که منو آزار میده. حساسیت؟ بعد از اون اتفاق امیر در مورد هر چیزی که به اجه مربوط میشه حساس شده. من اینو میبینم چون اونو خوب میشناسم. این که در مقابل اون آدما سعی میکنه کنارش باشه، این که میخواد برش گردونه سر کارش، اینه که آزارم میده. این که میخواد ادای قهرمانه رو در بیاره اذیتم میکنه. خسته نباشین، بذار منم کمکت کنم. هر کسی وظیفه خودشو میدونه. من برم ببینم بچه ها چیزی نمیخواد. پس من فقط سورپرایز امروز نبودم. کاش به جای هانده تو منو دعوت میکردی. نه کلسوم، کاش به جای هانده کورای دعوتت میکرد. تو هم خوردم میکنی نه؟ کلسوم هیچکی تو رو خورد نمیکنه، حتی هانده هم خوردت نمیکنه. تو خودت این کارو در حق خودت میکنی. تو از کی تا حالا انقدر با من غریبه شدی؟ چرا انقدر با من مثل غریبه ها رفتار میکنی ها؟ کلسوم تو برام عزیزی، ولی ببین به خاطر ازدواجت خودتو تو چه وضعی انداختی؟ ارزش داره؟ واقعا ارزش داره؟ نمیدونم، تو به هم بگو. تو الان اینجا چی کار میکنی؟ مگه تو هم به خاطر ازدواجت اینجا نیستی؟ ببین شوهرت بیرون پیش زنی نشسته که تا یه هفته پیش نزدیک بود به خاطرش بمیره، اون وقت تو داری اینجا سالاد درست میکنی. خب حالا بگو ببینم فرق بین من و تو چیه؟ نمیدونی چقدر خوشحالم کردی، خبر خیلی خوبی به هم دادی پسرم. ها حتما فردا میای دیگه نه؟ آره پسرم. ها باشه. داداش آکیف داره میاد بابا. یه دقیقه دندون رو جگر بذار الان میفهمی. آه پس بلا فاصله بعد از رسیدن از فرودگاه مستقیم میای پیش مامانت نه؟ الهی قربونت برم. ببین دایتم پیش منه، اونم میگه بگو بیاد اینجا. باشه پسرم، حتما سلامتو بهش میرسونم. خیلی خوب، باشه، روز بخیر، خدافظ. خب خدیجه بگو چه خبره. وای داداش نمیدونی چه خبر خوبی برات دارم. داداش اون شرکتی که آکیف براشون کار میکنه، آکیفو فرستادن استانبول. تازه پسرم اونجا سرپرستم شده. اوه ماشاءالله، بهت تبریک میگم خدیجه. آفرین به داداش آکیف. پسر گلم فردا میاد. میگم بهتر نیست اول شکممونو سیر کنیم بعد راجبش حرف بزنیم؟ باشه فکر خوبیه. خیلی خوب، نوش جونتون. بسم الله. تا کی میخوای همینجور وایسی نگاه کنی؟ هانده اجازه بده خود فریها با هم سر و کله بزنه. خودت که بهتر میدونی من نمیتونم همچین فرصتی رو از دست بدم. اجه وای سر و صدای پرنده ها و قاشق چنگال، من به این میگم جوه یه مهمونی خوب. جو که میگن همینه دیگه، خیلی زودم از بین میره. از آشناها که به هم خیلی نرسید، بهتره یکم با غریبه ها صحبت کنم.
اسمت لوند بود نه؟ تو چطور سر از اینجا در آوردی؟ لوند دوست پسر منه. میدونم، ولی من از خودش پرسیدم. اومدن منم به اندازه اومدن تو یه سورپرایز بود. تو برای اذیت کردن کی دعوت شدی؟ شوخی کردم. آخه انگار هانده از اینجا اومدنم زیاد خوشحال نیست. به سلامتی سورپرایزایی که به جشن تولدم هیجان دادن. لحظه رو موندگار کنیم. امروزم باید موندگار کنیم نه؟ ما جشن تولده فراموش نشدنی داشتیم مگه نه؟ مثلا پارسال این موقع کجا بودیم؟ یه جای مزخرف رفته بودیم دیگه. خیلی اتفاقا رو پشت سر گذاشتیم و خیلی چیزا رو فراموش کردیم. درسته، ولی بعضی ها خاطره های بد تو ذهنشون مونده. این که دوستای قدیمی یه روزی دشمن میشن جای بحث داره، ولی اگه دشمن ها دشمنشون واقعی باشه میتونن یه روزی دوستم بشن. اجه، تو هم از دوستای قدیمی بودی نه؟ آها، تو یه تتو هم داشتی نه؟ برای ما که این چیزا قابل قبول نیست نفری ها. کلسوم بس دیگه نخور. چرا؟ تو که میدونی همه اتفاقای زندگی من به خاطر شراب بود. عزیزم بیا بریم یه قهوه بخوریم و یکم قدم بزنیم. خوبه، اینجوری شوهر عزیزم به خاطر من شرمنده نمیشه. کلسوم، کلسوم بیا بریم، خواهش میکنم. تو نمیتونی ازش چشم برداری. آره، نمیتونی ازش چشم برداری. وقتی به منم نگاه میکنی اونو میبینی نه؟ همه جا اونو میبینی. کلسوم پاشو بریم. آخه چرا باید بیام؟ تو میخوای منو جمع و جور کنی؟ تو میخوای به من کمک کنی؟ فریها کی باید به تو کمک کنه؟ پشت، تاتو قشنگ. من تو رو دعوت کردم، گفتم منم با تون یه بازی بکنم، بازی دخترمه بدبخت. میخواستم فریها درکم کنه، میخواستم بفهمه که تو چه حالیم. درزم، تنها بازی که انجام دادم این نیست، یکی دیگه هم هست. یادت خونمون، ببخشید خونتو دزد زده بود؟ در واقع اون شب دزد نیومده بود، منو سحر نقشه کشیدیم و صحنه سازی کردیم برای اینکه تو بیشتر بیای تو خونه بمونی، بیشتر بتونیم ادای زن و شوهرها رو در بیاریم. برای من امروز کافیه. کلسوم پاشو بریم. پاشو. تنها سورپرایز امروز من نبودم. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس.
کورای، من واقعا معذرت میخوام. حالت خوبه؟ نمیدونم، نمیدونم باید از دست کلثوم عصبانی باشم یا براش ناراحت باشم. نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم. معذرت میخوام. نفهمیدم. من خیلی از دست عصبانی بودم، واسه همینم به عصبانیتم پناه بردم. فکر نکردم که موضوع رویای اجاز بیرون چطور به نظر میاد، واسه همین نادیده گرفتمشون. موضوع اصلا اینا نیست، چیزی که بینمون داره اتفاق میفته نابودم میکنه. مگه بینمون چی عوض شده؟ تو بدترین روزامون، تو بزرگترین دعواهامون، چی بینمون عوض شد؟ همشون اومدن و رفتن. آره همینطوره. ولی تو امیر، تو میدونی من برای چی تو خونمون موندم؟ چرا موندی؟ تو خیلی خوب میدونی که چرا موندم. پس چرا میپرسی امیر؟ یعنی اینقدر مهمه چیزی رو بشنوی که خودت میدونی؟ آره مهمه. صدای هلیکوپتره. صداش خیلی نزدیکه. ولش کن، مهم نیست فریها. اینجا چه خبره؟ همراه یوز اجرو به زور به خودشون برد. شماره تلفن، آدرس، هر چیزی، شنیدین؟ بابا دارم میگم طرف جلوی چشممون دختره رو با خودش برده. بگو چطوری میتونیم پیداش کنی؟ آره یه ساعتی شده. اتفاق پشت اتفاق. زندگی شما خیلی پرماجراست. این دفعه مربوط به من نیست. نمیدونم خدا رو شکر کنم یا نه. سنسیز بی ماجرایی اتولیو. حیرت. کزدن مو؟ امیرین نه یپتیغنی گوریورم. دویمه ایحتیاجم یوک. من میرم. کجا میخوای بری؟ میرم اون مرتیکه رو پیدا کنم. امیر بهترمون